در شرایط کنونی عربستان با همه قدرت به میدان آمده، عربستان با همه قدرت به میدان آمده، تو این زمینه مجبورم بنا به دلایلی خیلی تو لفافه با شما حرف بزنم. بخشی از اپوزیسیون برانداز در اثر شگرت ها و سیستم ها که اولش برمیگرده به نیاز، برمیگرده به نیاز مالی. اپوزیسیون برانداز هم بالاخره انسانه، بالاخره آدمه، بالاخره خرج داره، بالاخره زندگی داره. با این شرایط اقتصادی بد طبیعی است که اپوزیسیون برانداز به دلیل شرایط مالی ریزش داشته باشه و ریزش داره و ریزش کرده. مثلا شما فکر میکنید 1,000,000 دلار یا 5,000,000 دلار برای یه دولت مثلا رقمیه؟ من هم قابل خریدنم، منتها خب هنوز کسی پیدا نشده قیمت منو بپردازه. هر آدم یه قیمتی داره. دیدم در یک کلیپ یکی از دوستان ما اظهار نظر کرده که تلویزیون ها یا از طریق دولت ها حمایت میشن یا به مستقیم یا به طور غیر مستقیم از طریق دولت ها حمایت میشن. خب این در مورد تلویزیون کانال یک حداقل شما میدونید صادق نیست، بلکه بنده تنها تلویزیونی هستم که میام میشینم جلوی دوربین میگم تا امروز نه دیناری از دولتی، بنیادی، سازمانی نگرفتم، نمیگیرم. عربستان بشنوه، اسرائیل بشنوه، من خانه‌ای نداشتم که بفروشم، زمینی هم نداشتم که مصادره بشه. به خدای ایران همه اون کسانی که درد وطن داشتن و سر در آخر بیگانه نداشتن تنها بودن. یه روزی دیدید من آمدم نشستم یه حرفای دیگه زدم، تعجب نکنید، منم خریدم. نه آقای سازگارا، نه آقای نوریزاده، هیچ کدوم اینها تا امروز بنده نه دیناری از اونها خواستم و نه دیناری ازشون گرفتم و نه این کارو میکنم. در 8 سال آقای نوریزاده اینجا بودن، اوائل ما حقوق بهشون پرداخت میکردیم، یعنی تلویزیون پرداخت میکرد. بنده حتی یک چای آقای نوریزاده رو در تمام عمر دوستی و رفاقت من با ایشون نخورد.